منابع محلی در استان اورزوگان میگویند طالبان در صدد کوچ اجباری هزاره‌های شهرستان گیزاب به این استان هستند. ساکنان گیزاب گفتند که طالبان هشدار داده اگر مبلغ 15 میلیون افغانی باقی مانده بابت زمین‌ها را تا 2 ماه دیگر نپردازند باید منطقه را ترک کنند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. به گفته یه منابع جنجال بر سر حدود 700 هکتار زمین حاصلخیز در شهرستان گیزاب اورزگان که هزاره ها مدعیان از زمان حکومت داوود خان رئیس جمهور وقت افغانستان و حتی پیش از آن بر این زمین ها مالکیت دارند ادامه دارد. هزاره ها می گویند اسناد کافی در اختیار دارند که نشان می دهد این زمین ها از دهه ها پیش به این سو مالکیت اجدادی آنهاست. در مقابل پشتونها و کوچی ادعا دارند که محمد ظاهرشاه این زمینها را به نیاکان آنها سپرده بود و در زمان حکومت پیشین طالبان نیز دعوا بر سر آن جریان داشت. هزاره ها مدعیان که پشتونها به خاطر اثبات ادعای خود هیچ گونه مدرکی ندارند. به گفته منابع پس از به قدرت رسیدن طالبان در مرداد ماه سال 1400 هزاره های ساکن گیزاب کوچ اجباری داده شدند. منابع گفتند در پی ایجاد سر و صدای رسانه‌ای بر سر این موضوع طالبان به هزاره ها گفتند می توانند به خانه هایشان برگردند، اما دعوا را از طریق دادگاه یا فیصله بزرگان دو طرف حل کنند. در فیصل نامه بزرگان هزاره و پشتون که در ماه دی سال گذشته صادر شده و نسخه ای از آن در دسترس رسانه ها قرار گرفته آمده که شیعیان هزاره باید تا 7 ماه دیگر مبلغ 30 میلیون افغانی در ازای زمین ها به پشتون ها بپردازند. منابع از گیزاب گفتند این فیصله تحت فشار طالبان گرفته شده و عادلانه نیست. آنها میگویند که بیش از 4 دهه در این منطقه زندگی کردند و پس از تسلط طالبان این گروه با زورگویی از آنها میخواهد زمینهای خودشان را از پشتونها بخرند. به گفته منابع هزاره ها در برابر این تصمیم اعتراض و استدلال کردند که نمیخواهند برای خرید زمینهای خود پول بپردازند، اما به جز اجرای این فیصله راه دیگری نداشتند. هزاره های ساکن گیزاب میگویند که در روز 10 مرداد سال جاری مبلغ 15 میلیون افغانی از پول فیصله شده را به پشتون ها پرداختند. آنها تصریح کردند روستا نشین های این منطقه خودشان پول نداشتند و این مبلغ را توانستند به سختی به کمک مردم فراهم کنند. منابع گفتند که حالا طالبان به هزاره ها هشدار داده که اول ماه مهر 15 میلیون افغانی باقی مانده را به پشتون ها بپردازند، در غیر این صورت از منطقه کوچ کنند. منابع از میان هزاره های گیزاب به رسانه ها گفتند در حالی که تهیه این پول در توانشان نیست مجبورند آن را فراهم کنند تا از کوچ اجباری نجات یابند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای رئیس‌زاده، ریشه این گونه برخوردهای طالبان، پشتون‌ها و کوچی‌ها با شیعیان هزاره در این مسئله چیه و چه راهکاری برای مقابله با اونها وجود داره؟ تشکر. با سلام و وقت بخیر خدمت جناب آقای محمدی و همه همکاران و بیننده های شما. ببینید، مسئله طالب ها، پشتون ها و کوچی ها که همه از اینا مترادف به پشتون هست، در افغانستان خصوصا با هزاره ها و شیعیان یک بحث تاریخی هست. بحثی که از سال 1881 الی 1910 این مسئله جریان پیدا کردن و پشتون ها به واسطه و به امر آقای عبدالرحمن خان که 62% مردم هزاره ها را قتل عام کردن و تمام اراضی و زمین های از اینا را غصب کردن، اونمون مسیر علمان هم ادامه داره تا
طالبا هم که از یک لحاظ از لحاظ ایدئولوژیکی سنی افراطی هستند، از لحاظ ملیگرایی هم که پشتونگرا هستند. این مساوی میشه به این که طالبا بیاین از قدرتشان سوء استفاده بکنن در سرزمین های مردم هزاره و شیعه در مرکز افغانستان که از لحاظ طبیعی و از لحاظ باروری درجه یک را در افغانستان دارن، اینا چشم به او بودوزن و از بهانه های مختلف بتانن که اینا سر مردم فشار بیارن یا کج اجباری بکنن یا باقهایشان تخریب شوه و یا هم بیاین یک اصول را پیش بکنن که زمین خودشان را به خودشان بفروشه. این واقعیت یک ظلم است و این یک ادامه از نسل کشی های هزاره ها از سال 1883 تا به این روزه. طالبا چون از این منبع میتونه هم درآمدی خوبی را داشته باشه و هم قوم پشتون، پشتونهای افراطی و هم ایدئولوژی شانه بتونه در مناطق هزاره ها جاگزین بکنه تا بتونه هزاره ها را از لحاظ جغرافیایی و لحاظ حاکمیت سیاسی کنترل بکنه. خب رای حلش اگر از لحاظ حقوقی بیاییم بحث بکنیم که سرزمین هزاره هاست، در طول 135 سال تا هنوز غصب شده و حالا در حال غصب شدن است. از لحاظ حقوقی در هر محکمه ملی و بین المللی اگر مراجعه بکنیم هیچ گونه شواهد و سند وجود نداره که اینا بیاید به بهانه کوچی بودن سرزمین های مردم اشغال بکنه، الفشرهای مردم غصب بکنه و به بهانه داوودخان و ظاهرشاه بیاین اینا سرزمین مردم به خود هزاره ها بفروشن. بله. از لحاظ همگرایی ملی اگر بحث بکنیم، پشتون ها و همین کسایی که امروز میخواین از بهانه های مختلف علیه هزاره ها سوء استفاده بکنن و ظلم بکنن، یک آینده بسیار خطرناکی را برای خود پشتون ها داره، برای خود طالبا داره. طالبا از این گونه وارد جامعه افغانستان، وارد جامعه هزاره و تشیع شده نمیتونن. بله. از طریق غصب زمین، از طریق ظلم، از طریق فروش زمینشان برای خودشان نمیتونن. از لحاظ حقوقی مسئله هم جداست، از لحاظ اجتماعی هم اگر بگویم همگرایی هم داشته باشیم، ای که هر کس سرزمین خودش داشته باشه، هر کس جغرافیای خودش داشته باشه، هر کس مال خودش مربوط خودش باشه. شکر. بله، سپاس از شما. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا.